درس سه دینی دوم. بچه این درس تیتر محوره. یعنی چی؟ یعنی من تو با هم دیگه میخونیم، حتما تو بخش آیاتش هم دقت کنید که هر آیه شریفه به کدوم سرتیتر و به کدوم متن کتاب اشاره داره. این درس در مورد دو تا موضوع اصلی هستش. یکیش عوامل رشد انسان که 6 تا سرتیتر داره، 6 تا موضوع داره و زیر موضوع داره که متن رو باید بلد باشیم، آیاتش هم بلد باشیم. در قسمت دومش هم موانع رشده که اینم 2 تا زیر موضوع داره که سرتیتر رو که بلد شدید حتما قسمت آیات هم باید ببینید که کدوم آیه به کدوم یکی از این سرتیترها و این متن‌ها اشاره خواهد داشت. بریم متن درس. در میان کاروان هستی که به سوی خدا در حرکت است، انسان سرنوشت ویژه‌ای دارد. سرانجام او در جهان آخرت اینگونه است که گروهی به تقرب الهی میرسند و بهش نصیبشان میشود و گروهی دیگر سرانجامی تلخ دارند و به جهنم در میآیند. شناخت خود. انسان ویژگی‌هایی دارد که نشان دهنده جایگاه ممتاز او در میان خلقت است. ارزش هر کس به درک و فهم وی از حقیقت هستی و جایگاه خود در نظام آفرینش بستگی دارد. امام علی علیه السلام در سخنی به این موضوع اشاره می کند و می فرماید خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می رود. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روی آخر؟ ننمایی وطنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ ارتباط داره با حدیث شریفی که خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، چیکار می کنه و قراره کجا بره. که این موضوع اشاره به کرامت نفس داره. آیشم که ارتباط آیه خیلی مهمه تو این درس که تو بخش آیات خدمتون مفصل خواهیم گفت که ولقد کرمنا بنی آدم، حملنا، رزقنا، فضلنا و بسیاری از مخلوقات او را برتری داد. خداوند به ما کرامت بخشید و بسیاری از مخلوقات برتری داد. آنچه را در آسمان ها و زمین است برای ما آفرید و توانایی بهره‌مندی از آنها را در وجود ما قرار داده است. یعنی کرامت انسان در گروه خودشناسی است و برخواسته از روح انسان است. کرمنا، گرامی داشتیم. حملنا، در دریا و خشکی برنشاندیم. رزقنا، روزی های پاک دادیم. و فضلنا هم علی کثیر او علی جمیع، و بر بسیاری از مخلوقات یا بر همه مخلوقات او را برتری دادیم. یعنی حفظ اختیاری منزلت انسان. پروردگار به ما قوه و نیروی به نام عقل داده تا با آن بیاندیشیم، راه درست زندگی را از راه غلط تشخیص دهیم، حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. بچه دقت کنید، عقل تشخیص، اختیار انتخاب. عقل تشخیص. خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خیش قرار داد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم. این موضوع هم به اختیار بستگی داره که انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا. سرشت خدا آشنا. خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را که گرایش به همه خوبی ها و زیبایی هاست در ما قرار داد. از این رو هر کس در خود می نگرد یا به تماشای جهان می نشیند، خداوند را می یابد و محبتش را در دل حس می کند. خودشناسی و جهانشناسی مقدمه خداشناسی. سرشت خدا آشنا یا فطرت خدا آشنا. بچه ها سرشت خود آشنا ما نداریم. دوم آموزشو دقت کن. یه وقتی از تو گزینه‌ها داری سری می‌خونی میگی سرشت خداشنا، سرشت خدا آشنا. بچه ها سرشت خود آشنا نداریم. اما این جمله رو ما داریم که چی؟ خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد. یعنی همون سرشت خدا آشنا. اینو دقت کنید.
توی سرش خداشناسی بچه‌ها فقط در مورد خوبی‌ها حرف می‌زنه، فقط در مورد خوبی‌ها حرف می‌زنه، گرایش به خوبی‌ها، زیبایی‌ها، گرایش تقرب به الهی، تقرب به الهی، بعد تمام. این حواستون باش. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند در هیچ چیزی ننگریستم مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم. گاهی غفلت‌ها سبب دوری ما از او می‌شود، ولی باز که به خود برمی‌گردیم او را در کنار خود می‌یابیم و می‌گوییم دوست نزدیک‌تر از من به من است، وین عجب‌تر که من از وی دورم. چه کنم، با کی توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. یعنی همون سرشت خداشنا. یه جورای دیگه این آیه نحن و اقرب و الهی من حبل الورید هم دقت کنید. نحن و اقرب و الهی من حبل الورید یعنی ما از زگه گردن به او نزدیکتریم. حالا که ما از زگه گردن به او نزدیکتریم یعنی نزدیکی خدا به انسان میشه قرب وجودی. گرایش به خیر و نیکی یا گرایش به نیکی ها. خدای متعال شناخت خیر و نیکی به گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روز که همه ای ما فضائلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شدیم خود را سرزنش و ملامت میکنیم و در اندیشه جبران برمیاییم. گرایش به نیکی ها، زیبایی ها. دقت کنید، میگه خداوند گرایش به خیر و نیکی، خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن. دام آموزش رو دقت کن، ما گرایش به بدی نداریم. حالا در حالت کلی برای که میخوای تست سرعتی بزنی، اگر تو صورت تست در مورد خوبی ها صحبت کرده بود اون سرتیت قبلیه، یعنی سرشت خدا آشنا. اگر تو سرتیت توی گزینه‌ها در مورد هم خوبی هم بدی، شناخت خوبی و گرایش به آن، شناخت بدی و بیزاری از آن صحبت کرده بود، میشه سرتیت گرایش به خیر و نیکی یا زیبایی ها. امدادهای غیبی. خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند، در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. همچنین وعده داده است که هر کس در راه خدا که راه خوشبختی خودمان است تلاش کند، او را از امدادهای غیبی خود بهره‌مند سازد و در رسیدن به مقصد یاری کند، یعنی هدایت بیرونی یا تشریعی. موانع رشد. اولیش عاملی درونیه که نفس امار است. برای رسیدن به لذت‌های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می‌کند. از پیروی از عقل و وجدان باز می‌دارد. این عامل درونی همان است که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید دشمن‌ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست. نفس هر دم در درونت در کمین، از همه مردم بهتر در مکر و کین. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. عاملی بیرونی به نام شیطان. پس ما دو تا عامل شد. موانع رشد دو تا است. عاملی درونی نفس اماره، متن رو خوندیم، تو قسمت آیات هم آیات رو میخونیم. دومیش هم شیطان که عاملی بیرونیه، باز متن رو میخونیم، قسمت آیات هم توضیح خواهیم داد. خود را برتر از آدمیان میپندارد. سوگن یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. همینجا نگه دارید. خدا برتر از آدمیان، فرزندان آدم را فریب دهد، از رسیدن به بهشت باز دارد. بچه ها تو تست امکان داره بیاد بگه که شیطان انسان را از رسیدن به خدا باز دارد. عبارت درسته، اما چون توی متن کتاب نیست غلط. پس شیطان انسان را از رسیدن به بهشت باز می دارد. کار او وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین است و جز از همین طریق راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم. او معمولا از راه های زیر ما را گمراه می کند. زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه، سرگرم کردن به آرزوهای سرابگونه دنیایی، غافل کردن از یاد خدا،
ایجاد کینه و دشمنی میان مردم. دقت کنید بچه ها، باز دوباره میخوام تو متن دقت کنید، زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه نه دنیا. یعنی اگر گفته بود تو گزینه‌ها زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا، غلطه. چرا؟ در حالت کلی شاید درست باشه، اما باید متن رو بلد باشیم تا بتونیم درصد بالایی رو تو این درس کسب کنیم. عاملی بیرونی که شیطان بود، شیطان در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده به اهل جهنم میگوید خداوند به شما وعده حق داد، اما من به شما وعده ای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت من را پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا. نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید.